در برنامه امروز میخواهم درباره واژه‌های مردم، توده و خلق سخن بگویم. واژه مردم در متن‌های کلاسیک فارسی فراوان به کار رفته و به طور کلی به معنای انسان و گروه انسانی است. نمونه‌ها در معنای انسان: فردوسی، بر این و بر آن روز هم بگذرد، خردمند مردم چرا غم خورد؟ اسدی، همه کس به یک خوی و یک خواست نیست، ده انگشت مردم به هم راست نیست. قابوسنامه، مردم را به مردم آزمای، پس به خویشتن، که هر که به کسی نشاید بر تو هم نشاید. سعدی، ز وحشی نیاید که مردم شود، به سعی اندرو تربیت گم شود. در معنای گروه انسان، اهالی، جماعت. فردوسی، یکی مرد فرزانه کاردان، بران مردم مرز بود پاسبان. همه چیز بخشید درویش را، پرستنده و مردم خیش را. حدود العالم، ری شهریست عظیم و آبادان و با خواسته و مردم بسیار. سعدی، پری رویا چرا پنهان شوی از مردم چشم؟ بلی خوی پری آن است که از مردم نهان باشد. مردم نخست به معنای مردمک چشم است. این نامگذاری از اینجاست که تصویر کوچک انسان در چشم کسی که روبرو و نزدیک باشد دیده می شود. ببینیم که ریشه واژه مردم چیست. مردم در پهلوی هم به معنای انسان، نوع انسان و گروهی انسان بوده است. در پهلوی مردمیخ به معنای انسانیت است. این واژه در پوروا ایرانی، پروتو ایرانیان، مرد تخم بوده به معنای نژاد انسان. از دو بخش ساخته شده، مرد که همان مرد فارسی است به معنای انسان مرد، و تخم که همان تخم، نژاد در فارسی کنونی است. تعریف کردن پرسون دقیق واژه ها کاری است که اروپاییان از سده 16 هم به بعد آغازیدند و همکنون در زبان های اروپایی در نتیجه ده ها سال کار زبانشناسان و ادیبان فرهنگ هایی وجود دارند که معناهای گوناگون واژه ها را با تغییر آنها در طول زمان به دست می دهند. به یاری این فرهنگ ها می توان پی برد که واژه ها کی معنای تازه‌ای به خود گرفتند. افسوسمندانه در فارسی چنین کارهایی نشدند. کار سترگ زنده یاد ده خدا آغازی بود که می بایست دنبال شود، ولی چنان که باید نشد. به هر حال همکنون در فارسی مردم در برابر واژه انگلیسی people، فرانسوی پپل، اسپانیایی پوئبلو و آلمانی فولک به کار می رود و معناهایی را گرفته که این واژه ها در آن زبان ها دارند و زایده پژوهش های جامعه شناسان و فرهنگ نویسانند. این معناها عبارتند از جمعی انسان که گروهی در نظر گرفته شوند، مجموعه انسان که با هم جامعه‌ای را تشکیل می‌دهند، گروهی انسان که در سرزمین مشخصی زندگی می‌کنند، قوم یا ملتی را می‌سازند و با هم شماری رسم‌ها، نهادها و فرهنگ مشترک دارند، مجموعه کسانی که پیرو یک قانون هستند و تنه ملت را پدید می‌آورند. بیشترین شمار فردهای جامعه در مقابل طبقه بالا، رهبران یا عنصرهای فرهیخته‌تر جامعه، به سخنی دیگر اشخاص عادی در برابر آنان که ثروت، مقام یا نفوذ دارند. در روسی واژه‌ای که برای مردم به کار می‌رود نرود است. واژه‌ای دیگری دارند در روسی لیودی به معنای اشخاص که بار سیاسی ندارد، مانند لژان است در فرانسه، خنت در اسپانیایی و لایت در آلمانی.
واژه‌های انگلیسی و فرانسه و اسپانیایی برای مردم از لاتین پوپولوس گرفته شدند به معنای مردم، اشخاص. ریشه آن شناخته نیست. در امپراتوری روم پوپولوس از دو طبقه ساخته شده بود: پاتریکیوس، اشراف، و پلبس، مردم عادی. بردگان جزو اینها به شمار نمی آمدند. مردم واژه‌ای است که در سیاست کاربرد بسیار دارد. حتی در روم باستان، چه روم امپراتوری چه روم جمهوری، رهبران قدرت را از سوی سنا و پوپولوس، مردم، اعمال می کردند. در کشورهای دموکراتیک قدرت در دست مردم است و از سوی مردم اعمال می شود. مردم حق تصمیم درباره خود را دارند. حاکمیت مردم برقرار است. در حکومت دینی مردم به حساب نمی آیند. قدرت در دست صنف روحانیان است که خود را نماینده خدا می دانند. قانون اساسی سال 1958 فرانسه می گوید جمهوری فرانسه بر این اصل استوار است: حکومت مردم، توسط مردم و برای مردم. در انقلاب فرانسه میرابو جمله ای را بر زبان آورده که شهرت بسیار دارد. در سال 1789 پیش از گرفتن بستی، شاه از صنف‌های گوناگون مردم دعوت کرده بود که گرد هم آیند و بحث کنند. پس از نزدیک به دو ماه گرد همایی، وقتی که مخکی درو برز می‌خواهد نمایندگان را از سالن بیرون کند، میرابو با صدای بلند به او می‌گوید: بروید به شاه بگویید که ما اینجاییم با خواست مردم و از اینجا بیرون نمی رویم مگر به زور سرنیزه. و با نام مردم است که رژیم‌های دیکتاتوری ناانسانی ترین خشونت‌ها را بر مردم روا داشتند. بسیاری رژیم‌های توتالیتر واژه مردم را در نام خود به کار می‌برند. بدیسه پیپلز ریپابلیک، جمهوری مردمی، به فرانسه رپوبلیک پوپولر، به آلمانی فولکس رپوبلیک. اینها معمولاً دیکتاتوری‌های تک حزبی مارکسیست لنینیستی هستند، مانند رژیم‌های گذشته آلبانی، لهستان، رومانی، آنگولا، یمن، سومالی، مغولستان و دیگرها. از بازماندگان این گونه رژیم‌ها می‌توان پیپلز ریپابلیک آف چاینا، جمهوری مردم چین، و پیپلز ریپابلیک آف کوریا، جمهوری مردم کره را نام برد. تأکید می‌کنم که این رژیم‌ها در ترجمه نام خود به انگلیسی، فرانسه و آلمانی واژه پیپل، پپل یا فولک، یعنی مردم را به کار می‌برند. در روسی هم در این مورد همان واژه نراد، مردم، به کار می‌رود، نه واژه‌ای دیگر، به صورت صفت نرادنی. و جالب است که چپ‌های استالینی ایران به جای به کار بردن همان واژه مردم که در همه زبان‌ها رایج است، دست به اختراع شگفت‌انگیزی زدند و از واژه خلق استفاده می‌کنند. می‌گویند جمهوری خلق. تا چند لحظه دیگر به این نکته باز خواهم گشت، چون پیش از آن به واژه توده می‌پردازم. توده در اصل در فارسی به معنای تل و پشته و خرمن و هر چیزی است که بر هم انباشته شود. فردوسی: ز کشته به هر سو یکی توده بود، گیاهان به مغز سر آلوده بود. فرخی سیستانی: بگو آن توده گل را، بگو آن شاخ نسرین را، بگو آن فخر خوبان را، نگار چین و ماچین را. عنصری: فزون از آن نبود ریگ در بیابانها، که پیش شاه جهان بود توده گوهر. تاریخ طبرستان: و قصر که او ساخته بود هنوز توده آن باقی است. واژه توده در هیچ جای ادبیات کلاسیک فارسی به معنای مردم به کار نرفته است. این معنا از راه ترجمه واژه مس در فرانسه و انگلیسی به فارسی درآمده است، زیرا در آن زبان‌ها مس به معنای جمع بسیار یا انباشتی هر چیزی است، از جمله انسان‌ها. این نمونه دیگری است از واژه‌های فارسی که با ترجمه واژه‌های اروپایی معنایی را که نداشتند به خود گرفتند. در گذشته درباره نمونه دیگر که فرهنگ باشد سخن گفتم.
این معنای تازه باید همزمان با واژه‌هایی چون زحمتکشان، رنجبران و پرولتاریا در فارسی پیدا شده باشد. واژه دیگری داریم در زبان‌های ایرانی به معنای توده، کپه، تل که در عرصه سیاست هم به کار می‌رود، به ویژه در کردستان. این واژه کومل است. کومله یا کومه واژه‌ای است ایرانی به معنای توده، انباشته که به دیسه‌های گوناگون در سراسر ایران به کار می‌رود. در همدانی کومله به معنای توده، کومه کردن، انباشتن، کوملان محل تلمانند، در ملایری هم همین است. در کردی کم، کومل، کومله به معنای جمع، گروه است. اصل کم است، ال و اله پسفندند. در گیلکی کو به معنای تپه، توده، کوگا محل انباشتن. در گیلان آبادی های فراوانی هستند که نامشان با کم یا کما آغاز می شود و جاهایی هستند که دارای تپه ها و پشته های هستند، مانند کومله در لنگرود، کماچال در آستانه، کمادل در ماسوله، کماسر در فومن و بسیاری دیگر. کم، کومل ایرانی به احتمال بسیار همریشه است با واژه لاتین کومولوس به معنای توده، پشته. از این واژه در انگلیسی کیوملیت و اکیوملیت را داریم. حال میرسیم به واژه خلق. این واژه عربی است و در ادبیات فارسی به معنای مردم، آفریدن، ابداع کردن، آفرینش، ابداع به کار رفته است. همچنین اصطلاحی است نزد صوفیان. عبارت است از اتصال امداد وجود از نفس حق در ممکنات. نمونه های کاربرد به معنای مردم. رودکی: تا کی گویی که خلق گیتی در هستی و نیستی لعیمند. ناصر خسرو: تو ای غافل یکی بنگردن این خلق که می ناخورده گشتستند مستان. سعدی: ماجرای دل نمی گفتم به خلق، آب چشمم ترجمانی می کند. مولوی: خلق را تقلیدشان برباد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید با. ملک الشعرا بهار: خلق ایران دسته ای دزدند و بیدین، دسته ای سینه زن، زنجیر زن، قدار زن، من با کیم. واژه های دیگری که از خلق جدا شدند و به معنای مردم به کار رفتند عبارتند از مخلوق و خلایق. عطار: خدمت حق کن به هر مقام که باشی، خدمت مخلوق افتخار ندارد. سعدی: در باغ رو ای سرو خرامان که خلایق گویند مگر باغ بهشت است و تو حوری. واژه خلق چند دهه پیش در ادبیات سیاسی گروه‌های چپ انقلابی ایران، چه مذهبی چه غیر مذهبی، معنای خاصی به خود گرفت. یکی از سبب‌های آن و شاید سبب اصلی این بود که آنان نمی‌خواستند واژه توده را که حزب توده به خود اختصاص داده بود به کار ببرند، چون سیاست‌های این حزب را محکوم می‌کردند. می‌توانستند واژه مردم را به کار ببرند، ولی شاید به نظرشان به اندازه کافی انقلابی نمی‌نمود. البته نباید نقش بدسگالانه استراتژی‌های حزب کمونیست شوروی را هم که رویای تقسیم ایران به خلق‌های گوناگون را داشتند نادیده گرفت. به هر حال واژه خلق تعریف جامعه شناختی منطقی، معتبر و قابل قبولی نداشته و ندارد. از دیدگاه مارکسیستی هم بی‌معناست. برای مارکسیسم چیزی که وجود دارد یا وجود داشت پرولتاریاست، نه خلق. چنانکه اشاره کردم در زبان‌های اروپایی خلق برابری ندارد. حتی دو آتشه‌ترین مارکسیست‌های آمریکای لاتین واژه پوئبلو، مردم را به کار می‌برند. این واژه مرموز همچنین این امکان را برای دستندرکاران آن فراهم می آورد که بنابر نقشه های سیاسی و ایدئولوژیک خود مردم را به دسته های خلقی، غیر خلقی و ضد خلقی بخش کنند. یکی دیگر از هدف های به کار بردن این واژه پدید آوردن خودآگاه یا ناخودآگاه حاله ای از تقدس در پیرامون واژه خلق بود. به طور کلی ایرانیان بسیار دین خو هستند.
و دینخویی با واژه‌های ناروشن و مبهم کار کرد دارد. بنابراین واژه خلق نقش پاسخگویی به نیازهای دینخویی و ایدئالیستی جوانان انقلابی را هم داشت. وقت ما به پایان میرسد. کوتاه آنکه زبان زنده واژه‌های تازه می‌سازد و به واژه‌های موجود معناهای نداشته می‌دهد. در این بحثی نیست. ولی واژه خلق در برگ دارنده بگرت کنسپت تازه و روشنی نیست. چنانکه اشاره کردم، کاربرد این واژه بیشتر زاییده دعواهای ایدئولوژیک و فرقه گرایانه میان جناح‌های گوناگون چپ استالینی بوده است. پایه و مایه‌ای ندارد، مندرآوردی و سخت گمراه کننده است. نه به درد مردم ایران می‌خورد و نه به درد زبان فارسی.